که من امروز میخوام واردش بشم، اینکه بتونیم تموم کنیم، اگر نه که ادامه خواهم داد. به دنبال مباحثی که قبلا کردیم، ما چند تا رویکرد رو بررسی کردیم. یک رویکرد فوکو رو بررسی کردیم با مفهوم دگرجای یا هتروتوپوس، و یک رویکرد اوژه یا با مفهوم نامکان یا نولیو. و امروز بحث که من میخوام کنم در مورد بشلاق هست و مفهوم بوتیقای فضا، که اسم کتاب مهمی هستش که بشلاق در این مورد داره. به فارسی نمیدونم ترجمه شده یا نه، به هر حال اسم کتاب بوتیقای فضا هستش یا شاعرانه فضا، که حالا اگر بحث ادامه پیدا کرد بعدا من تفاوت این رو با بحثی که پیر سانسو داره و میشل دو سرتو داره میگم، که اونها هم به نوعی از یک تیپی از مفهوم بوتیقا یا شاعرانه. بوتیقا یعنی پویتیک، ترجمه پویتیکه در فارسی میشه، اینو بالا به فارسی مدرنتر گفت شاعرانه فضا. مفهوم شاعرانه یا بوتیقا رو شما همطوری در نزد بشلاق میبینید، بعدن در نزد بعد از بشلاق در نزد پیر سانسو و میشل دو سرتو هم میبینید. منتها اونها تفاوت اینه، تفاوت مقدار در اشله، در مقیاس، و یک تفاوت هستی شناسی هم هست. من بحث ابتدا کلی میگم، تفاوت اینه که در بشلاق بحث درونی تره، مفاهیم بیشتر به روانشناسی برمیگردن، به روانکاوی برمیگردن، به ذهنیت برمیگردن. ذهنیت درونی یکی از بحث های اصلی بشلاقه، و بحث ها به همین جهت هم خیلی بیشتر فلسفی هستن، چون خود بشلاق هم برحال فیلسوفه، چیزی که ما نمیتونیم در مورد مسلمان در مورد نه پیر سانسو بگیم نه در مورد میشل دو سرتو بگیم، هرچند که اینها مثل لوفبر و دیگران تاثیر زیادی از فلسفه گرفتن، فیلسوف نیستن. ولی بشلاق فیلسوف، گاستون بشلاق فیلسوف بوده، الان که فوت شده، ولی فیلسوف بوده و نگاهش نگاه فلسفی، منتها در این کتاب به طور خاص آمده این نگاه فلسفی رو منتقل کرده روی مفهوم فضا. در حالی که مثلا در میشل دو سرتو یا در پیر سانسو شما کسایی رو دارید که بیشتر میتونید بهشون بگین انتلکتوئل، روشنفکر، به مقدار بین رشته‌ای و در این حال ادیب، که بیشتر ابعاد تفکرشون روی شهر در مقیاس خرد یا رابطه خرد کلان در شهر، یعنی رابطه سیستم های مایکرو و میکرو در سیستم شهری، که اینها متفاوت میکنه. نکات مشترکی هم داره که برمیگرده به همین مفهوم بوتیقا یا شاعران. خب پس بنابراین ابتدا قبل از هر چیزی باید مفهوم شاعرانه فضای بشلاق رو برد در داخل خود فلسفه بشلاق. فلسفه بشلاق رو ما نشناسیم نمیتونیم بفهمیم که تو این کتاب چی داره میگه، چون تو این کتاب چیزی که داره میگه عمدتاً به صورت خیلی خلاصه شرح یک خونه است. فضای زیسته شده به معنی یک خونه، خانه‌ای که در واقع این توش در حرکته، و منتها این خانه‌ای که توش در حرکت و راجبش صحبت میکنه در چارچوب نظریه بشلاقی باید درکش کرد، وگرنه شما چیز زیادی نخواهید فهمید از این داستان. خب نظریه بشلاق یک نظریه پدیدارشناسیه. خود پدیدارشناسی یا فنومنولوژی یک فلسفه بسیار گسترده است که تفاوت‌های زیادی شما دارید بین فرض کنین پدیدارشناسی هگل، هوسرل، مرلوپونتی و دیگران، ولی لااقل پدیدارشناسی در اون چیزی که مربوط میشه به علوم اجتماعی معناش اهمیت دادن به تجربه زیسته شده است در رابطه شناختی، تجربه زیسته شده ای که رفلکسش برمیگرده به تفکر روی امر واقعی، و در نتیجه در اینجا ما با یک
مفهومی خیلی سریع روبرو میشیم که این مفهوم چندگانگی واقعیت. رابطه دیالکتیکی که بین پژوهشگر موضوع پژوهش وجود داره یعنی چی؟ یعنی که شما فرد آ هستین، یکی دیگه فرد ب هست، شما میرید رو یک موضوع که موضوع سه هست کار میکنید. تجربه زیسته آ و تجربه زیسته ب مسلما یک چیز نمیتونه باشه، چون سیستم های استاتیک اینها، سیستم های حسی اینها، سیستم های شناخت اینها، موقعیت اجتماعی اینها، چیزی که بوردیو میگه کاملا با هم متفاوت. دو نفر رو در نظر بگیرید که یکی از یک خانواده فقیر اومده بیرون، تمام عمرش با فقر زندگی کرده، و یکی دیگه که از یک خانواده ثروتمند اومده بیرون، فقر همیشه براش یک بازنمایی تصویری بوده توی سینما، توی داستان، توی روایت. خب این دو نفر وقتی میرن روی پدیده فقر کار میکنن، هر دو تجربه زیسته دارن، هر دو فقر رو از نزدیک میبینن، ولی آیا اینا به یک نتیجه میرسن؟ مسلما نه، بخاطر اینکه اون فردی که از فقر بیرون اومده سیستم ذهنیش، ناخودآگاهش، روابطی که با این پدیده برقرار میکنه اونی نیست که اون یکی برقرار میکنه. اینجا حالا به این مفهوم میرسیم، چندگانگی واقعیت یا تکثر واقعیت، مولتیپلیسیته یا چند نوگانه بودن واقعیت. یعنی فقر یک چیز نیست و طبعا این ما رو میبره در داخل، این ما رو ملزم میکنه به اینکه وارد روششناسی های خاصی بشه. اگر واقعیت یک چیز نیست اما باید به عنوان یک چیز درک بشه، ما از چه تیپ روششناسی باید حرکت کنیم؟ میگیم واقعیت یک چیز نیست ولی باید به عنوان یک چیز درک بشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه شهر تهران یک چیز نباشه. تجربه شما از شهر تهران و تجربه ایشون از شهر تهران دو چیز متفاوته، ولی ما واحدی داریم به نام شهروند که شما و ایشون رو میگذاره در یک جا و از شما انتظار داره که با شهر رابطه یکسانی برقرار کنه. پس در این حال که واقعیت چندگانه است، در سیستم هایی که با سوژه برقرار میکنه ناچار کامنز رو بسازه، چیزهای مشترک رو بسازه که افراد بتونن وارد رابطه بشن که قابل مدیریت باشه. چون اگر دو نفر مثلا از یک مفهوم خیلی ابتدایی، من ساده صحبت میکنم، فرض کنیم دو نفر از پیاده رو دو تا درک کاملا متفاوت داشته باشن. برای یک نفر پیاده رو فقط جایی باشه برای اینکه بتونه از نقطه آ به ب برسه، برای یک نفر پیاده رو جایی باشه برای گذران اوقات فراغت، پرسه زدن براش یک گونه ای از لذت استتیک باشه. خب ما اگر نتونیم برسیم به یک نقطه مشترک چه اتفاقی میفته؟ این دو نفر انتظارشون از پیاده رو متفاوته. خب از لحاظ شهری حالا کسی که در شهر هستن باید چیکار کنه؟ پیاده رو باید بسازن برای پرسه زدن یا باید بسازن برای گذر؟ سوال اساسی اینه. اینجا ما با دو تا واقعیت سر کار داریم، چون پیاده رو هم یک محل گذره هم یک محل پرسه زدن. اما شهروندان نمیتونن 10 نو 20 نو 30 نو 50 نو رابطه داشته باشن. این عملا در طراحی شهری ناممکنه، در رابطه با فضا هم ناممکنه. حالا بنابراین پاسخ به مسئله پدیدارشناسی در رابطه با مسئله شهر هم از اینجا باید عبور کن. وقتی ما اینو گفتم در فلسفه عمومی بشلاق قرار میدیم، باید بگیم که بشلاق دارای یک جهانبینیه، یک هستی شناختیه که این هستی شناختی دو نقطه رو به هم وصل میکنه بدون اینکه لزوماً مرزهای مشخصی رو ایجاد کنه. نقطه میکرو بسیار کوچک، ریز، و ماکرو نقطه ماکرو، نقطه عظیم. در زبان چیز، در زبان بشلاق، نقطه کوچیک خونه است و اجزای خونه است. حالا وارد این بحث میشه، اجزای خونه. خونه فقط خودش کوچکترین نقطه نیست، خونه دارای اجزایی است و این یک جهان میکروسکوپیکه، یک جهان خرده. ولی از لحاظ بشلاق این جهان متصله به اون جهانی که بهش میگه جهان
بیرون. کیهان نه بیرون، کیهان. اشل بشلاق کیهانه نه جهان بیرون. این یکی از تفاوت‌های عمده بوتیقای بشلاق با بوتیقای پیرسانسو. پیرسانسو نمیره توی جهان کیهان بس کسمولوژیک مطرح نمیکنه، در حالی که شما مثلا در زبان بشلاق خیلی سریع میرسید به یک کسمولوژی، میرسید به جهان، جهان هستی. در نظر بشلاق رابطه مستقیم بین جهان هستی و جهان خرد، و این رو در کتاب‌های مختلفی سعی کرده نشون بده. حالا اون چیزی که این رابطه رو از نظر بشلاق ایجاد میکنه، سوای به اصطلاح اون مسیرهای مکانیکال، مسیرهای مادی یا جایی که ماتریالیته ایجاد میشه، مسلمه که این چیزهای اینا رو از لحاظ ماتریالیته به هم وصل میکنه. ما زمانی که بشلاق داشت این حرفا رو میزد هنوز فیزیک انقدر پیشرفت نکرده بود که ما بدونیم که همه چیزهایی که در عالم وجود داره حاصل یک انفجار اولیه است، و بنابراین کیهان به نوعی در همه چیز جاریه. اون ذراتی هستن که در وجود همه ما هست. بنابراین از چنین تئوری بشلاق حرکت نمی کنه. منتها بشلاق راه های در واقع متافیزیک رو در اینجا بهش اهمیت میده، راه های فیزیک رو. به این جهت هستش که اون مسیر گذار یک مسیر در واقع پوئتیک هست، یک مسیر شاعران است، یک مسیر ذهنی است، یک مسیر روانشناختی و روانکاویست که حالا به صورت‌های مختلف وارد صحبت بشلاق میشه. اما بشلاق در این حال به دنبال اینه که روی مفهومی بیشتر انگوش بگذاره که این مفهوم رو ما نمیتونیم تقویندیش کنیم به عنوان روانشناسی، روانکاوی و غیره. بیشتر هدفش اینه که مفهومی رو که میخواد روش تکیه کنه مفهوم خیال باشه، خیال یا imagination، خیال که در این حال تصویر هست، ایماج هست. و در اینجا برمانه ایماج یک اهمیت فوق‌العاده بالا به خودش میگیره. پس این مسیر از طریق خیال حرکت میکنه، ما از یک جزء کوچیک میریم به بی نهایت بزرگ از طریق سیستم خیال. سیستم خیال رو طبعاً در ذهنیت قرار میده بشلاق، و قدرت ذهنیت. خب ابتدا بشلاق باید این قدرت ذهنیت رو در دیسکورس خودش مطرح کنه و استدلال کنه. کتابی داره بشلاق به نام شعله شمع که به فارسی هم ترجمه شده، آقای ستاری ترجمه کرد. موضوع این کتاب اینه که وقتی ما به شعله شمع نگاه میکنیم ذهن ما رو به کجا میبره، و رویا در حقیقت و پدیده های از جنس رویا در کجای سیستم شناختی قرار میگیره. پدیده های از جنس رویا چی هستن؟ چیزهایی که مثلا بشلاق اشاره میکنه، اندیشه، خاطره، روابط حسی صمیمانه، که اینها از جنس ماتریالیته نیستن، از جنس ماده نیستن. خود رویا و این در شعله شمع به خصوص به این مثلا میرسین، خود رویا رو به عنوان خواب مطرح نمیکنه. بین خواب و رویا تفاوت وجود داره. وقتی من به شعله شمع نگاه کنم، وقتی میگه بشلاق شعله شمع خودش رو، من رو با خودش میبره به جاهای ناشناخته. این یک نوع خواب در بیداریه. بنابراین لزوماً ما در اون مفهوم خواب، نه در مفهوم خواب فیزیک هستیم، نه در مفهوم خواب مثلا فرویدی هستیم یا روانکاوانه هستیم. مفهوم خیال خود میتونه همین خواب باشه، مثل اینکه شما چشمتون رو میبندین و ذهنتون به شما اجازه میده که حرکت کنید.
حرکتی که حالا ما انجام میدیم از چه نوع حرکت است؟ تمام بحث اینه برای بچه‌ها. وقتی ما چشممون رو میبندیم و از اینجا میریم به خونمون، از اینجا میریم به یک فضای دیگه، حرکت یعنی چی میکنیم؟ حرکت فیزیکال جغرافیایی میکنیم، در توپوس حرکت میکنیم، یا حرکت میکنیم در کرونوس، در زمان. شما کودکیتون رو به یاد میارید، بنابراین در زمان حرکت میکنید، یا حتی به طرف آینده حرکت میکنید. این حرکت از چه گونه حرکتی است؟ اینو چی ما باید تصور کنیم؟ خب یک دیسکورس یا یک گفتمان خیلی ساده دارید که یا اینا رو میخواد متصل کنیم به بحث فیزیک، یا مثلا یا بحث فعل و انفعالات فیزیکال مثلا در بدن، که در اینجا ما اون وقت میرسیم به یه گفتمان روان پزشکی. یه موقعی اینها وصل میشه به سیستم های صرفا خاطره و تروماتیسم های فروخورده، یعنی به یک سیستم فرویدی که میخواد اینها رو متصل کنه به سیستم های تروماتیسم به خصوص در دوران کودکی، که استدلال کنه به دلیل این تروماتیسم ها است که ذهن ما این قابلیت رو پیدا میکنه و بعد شیوه حرکتش هم به همین صورت میتونه تنظیم بشه. بچه‌ها هیچ کدوم اینها رو نمیپذیره. به نوعی این حرکت رو همونقدر واقعی در نظر میگیره که یک حرکت فیزیکال. این چیز بسیار مهمه. یعنی اینکه من از اینجا چشمم رو میبندم و میرم به یه نقطه دیگه، حالا اگه بخوام خیلی شماتیزه بکنم بحث بشلق رو، اینکه من اینجا چشمم رو میبندم و میرم به یه نقطه دیگه زمانی یا مکانی، از ذره بشلق میتونه همونقدر اهمیت داشته باشه یا بیشتر که حرکت فیزیک. این خیلی مسئله مهمی هستش، چون کاملا قرار میگیره لااقل با رویکرد فیزیک به اصطلاح چی میگن متعارف یا فیزیک کلاسیک، نه لزوما با فیزیک کوانتیک و فیزیک جدید، ولی قرار میگیره کاملا در مقابل فیزیک کلاسیک، چون ما معتقدیم که حرکت حرکتی هستش که در خودش ساخته میشه، در فیزیک ساخته میشه، در سیستم استتیک ساخته میشه. یعنی که حرکت صرفا از طریق ذهن انجام نمیگیره، یعنی اون چیزی که ذهن انجام میده در واقع حرکت نیست. حرکت یک عمل مکانیکاله که ما با پاهامون انجام میدیم، با چشمامون انجام میدیم، با سیستم لامسه و حسای پنجگانمون انجام میدیم، و بنابراین در اون سیستم کرونولوژیکی که شما حرکت میکنید هست که حرکت ساخته میشه، و بنابراین تجربه حرکت اون هست. در حالی که برای بشلق تجربه حرکت لزوماً اون نیست. نه اینکه اون وجود نداره، بلکه تجربه حرکت فقط اون نیست. اشتباهی که بشلق روش تاکید میکنه اینه که ما تصور بکنیم که اون تیپ از تجربه حرکت تجربه اصلی است و این تیپ از تجربه حرکت یک تجربه بی‌اهمیت. این تیپ هست که بشلق بهش میگه شاعرانه، یا بهش میگه بوتیق. از بوتیقای فضا یک رابطه شاعرانه است با فضا، که در داخل سیستم تجربه فیزیک قرار نمیگیره. تجربه زیستی، اما آیا هست یا نه؟ جواب بشلق اینه که بله، تجربه زیستی هست، به دلیل اینکه این امکانی که ذهن به شما میده که حرکت بکنید از کجا آمده؟ از تجربه های زیستی ذخیره شده، انباشته شده و پردازش شده. چطور شما میتونید چشمتون رو ببندید و برید خونتون؟ به دلیل اینکه شما تجربه های زیستی داشتید که خونه رو برای شما تعریف میکنه، محلی که توش هستید رو هم تعریف میکنه، مسیرتون هم تعریف میکنه، بنابراین شما میتونید این حرکت رو انجام بدید. این به طور خلاصه و
مفهومی که بشلق از به اصطلاح بوتیقای فضا داره که در این بخش من بحثم رو تموم کنم و بعد ادامه